بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما شاگردان عزیز و بینندگان محترم تلویزیون اصلاح، برنامه‌ای که امروز می‌خوایم خدمت شما داشته باشین از موضوعات پروگرام مکتب متعلق به صنف دوازدهمه. با امید از اینکه شاگردان کتاب و کتابچه و قلم در خدمت خود داشته باشن و موضوعاتی که گفته میشه اونا رو یادداشت بگیریم. اولین بحث و موضوعی که در کتاب صنف دوازده گنجانیده شده بحث و موضوع ژنتیک. خیلی خوب، پیش از اینکه وارد بحث بشیم میایم یک نظر میندازیم برو موضوعات خود صفحه اول کتاب. اگر در صفحه اول کتاب دقت بکنین عزیزا، شما یک نبات میبینین با ویژگی های منحصر به خودر. مثال در این نبات گل ها به چی رنگن؟ چی هن؟ آفرین، سفیدن. خیلی خوب، گل غیر از رنگ سفید هم ببین از اینا دیده میشه؟ نه خیر، همه سفید رنگن. بسیار خوب، برگاه های از اینا اگر دقت کنیم شکل و ساختمان اینا چگونه؟ بله، برگاه هم شکل و ساختمان مشابه و یکسان داره و قلاف هایی که در او تولید دانه صورت میگیره اونا رو اگر ببینین، بله اونها هم یکسانن، همه از اونها دارای غلاف های یکسان. خیلی خوب، پس نبات که دیدیم گل های و رنگ سفید دردش، برگاه ها منظم و یکسان بود، غلاف ها هم یکسان و برابر بود. درست شد؟ خیلی خوب، میم برو تصویر بعدی. اگر به بگرام در متوجه باشیم یک گله از موشی گوهر میبینین. خب چه خصوصیات مشترک در بین این گوها وجود داره؟ بله، رنگ اینا همه یکسانه، تقریبا مایل به زردن. خیلی خوب، خصوصیت دیگه که در اینا وجود داره، تمامی از اینا شیری هن، گوهای شیردی هن. خیلی خوب، یک خصوصیت دیگه در اینا اگر خوب دقت کنیم دیده میشه که در گوهای دیگه شاید کم باشه. کی میتونه بگه؟ آفرین، بله اینا گوهایی هن که فاقد شاخ هن، یعنی شاخ ندارن. خب نداشتن شاخ، رنگ بخصوص که تمامی از اینا رنگ یکسان داره و قدرت تولید شیردهی، و باز اگر برگردیم به این صفحه قبلی، نباتات یکسان، گلهای همرنگ، قلافهای مشابه، تمامی اینا برمید به چی میگرده بچه ها؟ به بحث ژنتیک. آفرین، پس موضوع و بحثی که امروز انشاءالله میخواییم خود شما آغاز بکنین بحث ژنتیکه. خب عزیزا، همیشه استفاده میکنیم ژنتیک و وراثت، یا در بعضی جا استفاده میکنم ژنتیک یا وراثت. آیا اینو با همدیگر یکسانن یا از همدیگر فرق میکنن؟ بله، بعضی از شما به نظرین که اینا همیشه یکسانه، میگیم ژنتیک و وراثت، اما اینا از هم دیگر فرق دارن. ژنتیک علمیه، درست؟ ژنتیک علمیه که از چگونگی انتقال صفات بحث میکنه، و وراثت خصوصیات و ویژگی هایی که یا از والدین یا از نسل های گذشته به ما به ارث رسیده. ببینید، وراثت خصوصیات و ویژگی هایی که از والدین، مثال پدر و مادر قد بلندن، طفل از اینا هم قد بلنده، پدر و مادر نوعیت موهای از اینا فرفیریه، اطفال از اینا موهای فرفیری دارن، یک صفت ارثیه که از والدین به اولاد به ارث رسیده. اما بعضی مواقع میشه که پدر و مادر همون صفت در اولاد دیده نشده، مثال هر دو تا از اینا موهای فرفیری دارن ولی طفل از اینا موی صافه، یا برعکس والدین موهای صاف دارن، طفل از اینا خالص موهای فرفیری داره. وقتی جستجو میکنین میبینین اجداد ما، یا مادر بزرگ یا پدر بزرگ، همین صفت مو فرفیری بودن در اونا وجود داشته، اما در نسل بعدی این صفت نتونسته خود را ظاهر بکنه، در نواسه ها یا در نبیرا صفت خود را ظاهر کرد.
پس علم جنتیک میگن علمی که از چگونگی انتقال امی خواص بس میکنه. پس این تفکیک یا مو تفاوت بین جنتیک و مسائل وراثت شد. بنیانگذار از این علم کی بود؟ میم یک مطالعات خودشمو انجام میدیم. در 500 قبل از میلاد بحث قوانین وراثت و بحث مسائل صفات ارثی مطرح نبود. آناکساگورس یک عالم و یک فیلسوف یونانی بود. او عقیده بیدش که چی؟ میگفت در تعیین جنس که نطفه یا پسر یا دختر بشه مادر هیچ کاره، همه کارها تعلق میگیره با پدر. این نظریه آناکساگورس بود. اما ارسطو باز کمی ترمیم میکرد، میگفت درسته در تعیین جنسیت مادر هیچ کاره، همه ارتباط میگیره با پدر، ولی مادر نقش تغذیه جنین رو به عهده داره، در حالی که در بحث تعیین جنسیت هم پدر نقش داره و هم مادر. این موضوع چه کسی آماد ایره حل کرد یا ایره از بین برد و برای از این پایه علمی داد؟ جوهان گریگور مندل. چه کسی؟ جوهان گریگور مندل کسی بود که به نام پدر علم ژنتیک هم میشناسین. جوهان گریگور مندل آماد تجاربی را انجام داد روی نباتی به نام موشنگ، درست؟ و تجاربی را انجام داد روی نبات، نبات چی؟ نبات موشنگ. میگن که خصوصیات خود مندل را بشناسین که مندل از لحاظ پیشه پدری و کار یا شغل اولی از این چی بود؟ میگن مندل خود از این از لحاظ پیشه پدری کار زراعت بود و در ضمن معلم ریاضی فیزیک بودی، در یک کلیسای راهب بود، در معدودی همین کلیسا زمین های زراعتی وجود داشت و یه همین زمین های زراعتی همه سال نبات رکش میکرد. کدام نبات؟ نبات موشنگر. و کوشش میکرد در قسمت خالص سازی صفات یا اوصاف هموزایگوسی بعضی کارها رو انجام بده. همیشه متوجه بود نباتی که در مثال میگیم همین معدوده کشت میشه، معدوده شمالی خود کلیسا، بوته های از او قد کوتاهه و نباتی که باز به طرف جنوبی کلیسا کشت میشد باز بوته های از اونا بلنده. وقتی دانه ها به دست می آورد و مجددن باز کشت میکرد پس هم حالت بود. پیش از این سوال بود که چرا ای کورت یا ای زمین همیشه نبات قد بلنده و کورت دومی نبات قد کوتاهه. و بر روی همین اصل آماد چکار کرد؟ چهار اصل عمده مورد مطالعه قرار داد. چهار اصل عمده ای که مندل اونا رو پیگیری میکنه، میگیم چهار اصل عمده که مندل اونا رو پیگیری کرد. این چهار اصل عبارت از چی بود؟ یک، انتخاب نبات موشنگ. چهار اصل عمده، یک، انتخاب نبات موشنگ. چرا موشنگ را انتخاب کرد؟ باز دلیل داره. دوم، توجه به یک صفت، توجه به یک صفت. سوم، تکرار تجارب، تکرار تجارب. و چهارم، قانون احتمالات. ببینید اینها رو به نام اصول مندلی هم میگن. چهار اصل عمده‌ای که مندل اونها رو پیگیری میکنه، یک، انتخاب نبات موشنگ، دوم توجه به یک صفت، سوم تکرار تجارب و چهارم احتمالات. میگن برو انتخاب موشنگ. چرا مندل نیومد گندم رو انتخاب نکرد؟ چرا جواری رو انتخاب نکرد؟ یک نبات رو انتخاب کرد به نام موشنگ، یا در بعضی جا به نام نخود باقی امیر میگن. دلیل داره. دلایل انتخابی نبات چند چیزه. اول،
میگیم دوره حاصلدهی نبات و موشن کوتاهه. دوره حاصلدهی ازی کوتاهه. اگر دیگه نباتات به 5 6 ماه یا 7 ماه جمع آوری میشن، این به ظرف 2 تا 3 ماه جمع میشه، هم کش و هم جمع. دومین دلیل کراس دادن از این آسانه. کراس دادن موشنگ یا در مجموع نباتات آسان هست. و سومین دلیل برای هر صفت از این دو حالت وجود داره. و دلیل چهارم تعداد دانه های زیاده. تعداد دانه ها زیاده. اینا دلایلیه که مندل چکار میکنه؟ برای تجارب خود میای موشنگ رو انتخاب میکنه. یک، دوره حاصلدهی این نبات کوتاهه. دوم، کراس دادن آسانه. سوم، برای هر صفت دو حالت وجود داره. و چهارم، تعداد دانه های زیاده. خب وقتی میگین کراس دادن یا دوره حاصلدهی یعنی چی؟ اگر دقت کنین بازم شاگرد به صنف هفته هم شما خواندین تزویج در نباتات به شکل زوجی و غیر زوجی، در تکثر زوجی اعضای تکثری در ساختمان گل وجود داره. در ساختمان گل نبات ما اعضای تکثری رو داریم که آله تنیس، آله تسکیر، خود گلبرگ و کاسبرگ. آله تسکیر خود شامل دو قسمت بود، یک قسمت که تولید گرده رو میکنه و یک قسمت هم میله بود. آله تنیس باز شامل سه قسمت بود، یک بحث تخمدان، استایل و خود گردنی آمو بسا که تولید بحث تخمر یا قسمت کلاله از او که اسپورر میگیره و بعد از طریق استال او رو انتقال میده به اطراف تخمدان ها. ما برای کلاس دادن خیلی راحت میتونیم آله تسکیر از یک نبات رو ببریم برو آله تنیس نبات دیگه، با یک ارتباط دادن روی همدیگر او رو کلاس بدیم که به شکل القاه مصنوعی بری که برای تولیدات بهتر و بعد از آوردن گناه های دلبخا این میتونن انسان های کار رو انجام بدن. چون در بحث نباتات ما و شما بازم خواندین بحث گردافشانی خودی بود، متقابل بود و مصنوعی بود. مصنوعی به می ترتیب میتونه خود انسان انجام بده. خب گفتیم دوره حاصلدهی از این کوتاه، چون بحث جمع آوری و کشت از این زود ختم میشه. کلاس دادن رو گفتین و برای هر صفت دو حالت وجود داره. اگر از لحاظ شکل میگیم شکل موشنگ، یا میتونه موشنگا صاف باشن یا چملق. اگر از لحاظ قد میگین یا موشنگا میتونه قد بلند باشه یا قد کوتاه. اگر از لحاظ رنگ میگین یا میتونن زرد باشه یا سبز باشه. هیچگاه اتفاق نمیفته که نصف یک طرف موشنگ سبز و نصف دیگه زرد باشه، یا نصف از او چملوک و نصف دیگه او صاف باشه. پس برای هر صفت دو حالت وجود داره و تعداد دانه های هم زیاده. اینها دلایلی بود که مندل برای تجارب خود آمد موشنگ را انتخاب کرد. میگیم به این که آیا مندل توانست کارهای خود را با پای اکمال برسونه؟ میگیم مندل در بس رساندن کارهای خود با پای اکمال وقتی اینا رو جمع‌آوری کرد اطلاعات و به کنگره علمی وقت پیشنهاد داد، از طریق کنگره رد شد. گفتن اینا موضوعات پوچیه، موضوعاتی که پای علمی رو نداره و وقتی پای علمی ندیش اینا رو رد کردن. مندل در کتاب خود یعنی یک سال بعد از مرگ خود می نویسه که روزی بشر به حقیقت کارمون پی خواهد برد، که گفته های مندل بحث تخیل و هوسداری نبوده و پایه علمی داشته. یک سال قبل از مرگ خودی موضوعات رو یادداشت کرده بود، اما 20 سال بعد از مرگ در سال 1900 سه دانشمند نباتشناس
که عبارت از هوگو دیوی، ارشرماگ و وایرس کرونا است، میان کارهای نیمه تکمیل مندل تکمیل میکنن و بعد وقتی اینا رو به کنگره پیشنهاد میدن قبول میشه. اینا رو میخوان ثبت بکنن به نام این سه نفر. یک دم یاد از نامه که 20 سال پیش هم یک نفر همین موضوعات رو برای ما آورده بود، جمع‌آوری کرده بود، ولی از طریق کنگره علمی ما رد شد. بعد از تحقیق و پرسان بله معلوم شد که همون کس یا همین دستاوردها مرهون زحمات مندل بوده و بعدا به نام خود از این ثبت شد و امروز پدر علم ژنتیک یا علم ژنتیک مسما شده به نام خود مندل، که دارای قوانین، فرضیه ها و خصوصیات مختلف به خود هست که خودمو به اصطلاح قوانین و فرضیه های ازور انشاءالله باز به جلسات بعدی به شکل کلی و به شکل واضح اونا رو خودش ما میخوانیم و مطالعه میکنیم. بازم یک مرتبه دیگه یک مروری رو مندازیم به بس و موضوعات کلی که ذکر شد. مطلب و موضوع ما روی بس ژنتیک و بس وراثت بود. گفتین خود ژنتیک علمه که از چگونگی انتقال صفات ارثی بس میکنه. اما وراثت چی بود؟ خواص و ویژگی ها، بلندی قد، سیاهی رنگ چشم، نوعیت مو، حالت مو، رنگ مو، بحث جلد، اینا هم صفات ارثیه که از والدین یا از نسلهای گذشته به ما به ارث میرسه. این میشه بحث وراثت. اما چگونگی انتقال از اینا برمیگشت به موضوع ژنتیک. گفتین در 500 سال قبل از میلاد بس آناکساگورس نظری ردش در قسمت تعیین جنس میگفت تعیین جنس رو کی میکنه؟ پدر. با مادر هیچ ارتباط نداره. و ارسطو باز بی عقیده بود، میگفت نه، تعیین جنس رو درسته مادر پدر میکنه، مادر هیچ کاره، ولی مادر تغذیه جنین رو به عهده داره. در حالی که مسئله تغذیه و تعیین جنس و بعض به وجود آمدن جنسیت ارتباط به هر دو میگیره، یعنی هم پدر و هم مادر به او دخالت دارن. و این موضوع و این معضله کسی حل کرد که گفتین به نام جوهان گریگور مندل که به نام پدر علم ژنتیک میگین. موصوف آماد روی خصوصیات و ویژگی های از اینا تحقیقات را انجام داد و تجارب را انجام داد و اصول را برای خود معین کرد به نام اصول مندلی که شامل 4 اصل بود: انتخاب و مشین، توجه به یک صفت، تکرار و تجارب و قانون احتمالات. چرا مشینگر انتخاب کرد؟ باز دلایل وجود داشت. دوره حاصلی از این کوتاه، تعداد دانه ها زیاد، برای هر صفت دو حالت وجود داره و همچنین بعض مسئله کلاس دادن از هم آسان بود. کارهای مندل گفتن به پای اکمال نرسیده بود که مرگ او را فرصت نداد، اما وقتی کارها خود را پیشنهاد داد از طریق وقت یا کنگره علمی رد شد. یک سال بعد از مرگ خود، یعنی جلوتر از او، نوشته کرد که روزی به حقیقت کار ما بشر پی خواهد برد. همین بود که در سال 1920 سال بعد از مرگ مندل، سه دانشمند نتایج و عملکردهای نیمه کاره مندل را بردن و تحقیق کردن و قبول شد. اما چون متوجه شدن بنیانگذار از این علم همون شخص اولی بود، به نام خود از این که به نام پدر علم ژنتیک هسته ثبت شد. با امید از این که از موضوعات و مطالب استفاده کلی برده باشین، تا جلسه بعد و برنامه بعد همه شما رو به خدای کریم میسپرین با امید موفقیت و کامیابی روزافزون شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.